در برنامه امروز میخواهم درباره نزدیکترین ستاره سخن بگویم. البته نزدیکترین ستاره به زمین خورشید است. ولی مقصود من نزدیکترین ستاره پس از خورشید است. به این ستاره ستاره همسایه میگویند، پراکسیما. از آنجا که فاصله میان خورشید و زمین نسبت به فاصله این ستاره به خورشید یا زمین بسیار کم است، وقتی از ستاره همسایه سخن میگوییم مقصود نزدیکترین ستاره به خورشید یا به زمین یا به راجمان خورشید است. خورشید یکی از 200 تا 400 میلیارد ستاره است که با هم مجموعه ای را میسازند که به آن کهکشان راه شیری میگوییم. بیشتر این ستارگان در صفحه گرده یا دیسک مانند به دور مرکز کهکشان در حرکتند. فاصله خورشید از مرکز کهکشان 30,000 سال نوری است. یعنی نور که با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه پیش می رود به 30,000 سال نیاز دارد تا این فاصله را بپیماید. می توان گفت که خورشید در ناحیه های نسبتاً بیرونی یا حومه کهکشان نهاده شده، چون شعاع کهکشان 50,000 سال نوری است. خورشید و ستارگان دیگر همگی به گرد مرکز کهکشان در گردشند. بر اساس این حرکت های مداری ستارگان و نیز کشش گرانشی آنها بر هم، فاصله ستارگان از هم کم و بیش می شود. دورترین ستارگان کهکشان در حدود 80,000 سال نوری از ما فاصله دارند. فاصله نزدیکترین ستاره به خورشید کمی بیش از 4 سال نوری است که موضوع گفتار امروز است. این ستاره را از ارضهای جغرافیایی شمالی مانند ایران و اروپا و آمریکای شمالی نمیتوان دید، چون در نیمکره جنوبی آسمان 62 درجه زیر استوای آسمانی قرار دارد. از این گذشته نورش بسیار نزار یا ضعیف است و باید برای دیدن آن از تلسکوپ یاری گرفت. کمی بیشتر درباره جای این ستاره در آسمان توضیح دهم. یونانیان ستارگانی را که با چشم میتوان دید با خطهای فرضی به هم وصل میکردند و در تخیل خود شکلهای گوناگونی میساختند، شکل‌هایی که یادآور شخصیت‌های افسانه‌ای آنان بودند، مانند شیر، شاهین، کژدم، خرس، هرکول و دیگرها. برخی از این شکل‌ها به چیزی که منظور بود شبیه بودند، مانند کژدم یا شیر، ولی بسیاری دیگر هیچ همانندی نداشتند. به هر حال تعداد این شکل‌ها یا صورت‌هایی که یونانیان در آسمان شب می‌دیدند به 48 می‌رسید. اخترشناس یونانی سده دوم میلادی پتولمایوس یا بطلمیوس آنها را در کتاب مجستی خود گرد آورد. مسلمانان با ترجمه مجستی با این شکل‌ها آشنا شدند. یونانیان هر یک از این شکل‌ها را استریسم می‌گفتند، به معنای گروه اختران. این واژه را در لاتین کنستلاتیونم ترجمه کردند، به معنای هم اختران، یعنی ستارگانی که با هم گرد آمدند. در عربی آن را به صورت فلکی برگرداندند. بیشتر این 48 هم اختران در آسمان نیمکره شمالی قرار داشتند. تعداد کمی از آنها که در نیمکره جنوبی نزدیک به استوای آسمانی بودند از مصر دیده می شدند. هم‌اختران یا صورتی که نزدیکترین ستاره در آن قرار دارد نامش کنتاروس است. این نام یونانی را در عربی گرفتند و قنتورس تلفظ می کنند. پیش از آن که درباره نام این هم‌اختران توضیح دهم بگویم که هم‌اکنون سراسر آسمان شب، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی به 88 هم‌اختران بخش شده است. ولی هم‌اختران نزد اخترشناسان پیشکار پروفسیونل کاربردی ندارد.
بیشتر اخترشناسان دوستکار اماتور از آنها استفاده میکنند. به کنتاروس برگردیم. کنتاروس نام یکی از موجودهای افسانه یونانیان است. موجودی است که نیمی از پیکرش انسان است و نیمی دیگر اسب. سر و سینه و دو دستش از انسانند، بقیه پیکرش از اسب است. بنابر افسانه های یونانی، کنتاروس ها در کوهستان های تسلی در شمال یونان زندگی می کردن. در پهلوی و فارسی به این موجود افسانه یونانی نیمه اسب یا نیمه اسب گفتند. ولی واژه نیمه اسب را نمی توان برای کنتاروس به کار برد، زیرا در نیمکره شمالی یا آسمان هم اختران دیگری هست که آن هم چنین جانوری است. نیمه اسبی است که کمانی در دست دارد. در انگلیسی به آن ساجیتاریوس می گویند، در عربی قوس. در زبان پهلوی این همختران را که یکی از برج‌های دوازدهگانه است نیمه اسب می‌نامیدند. در فارسی هم به ویژه ابوریحان بیرونی در التفهیم آن را نیمه اسب خوانده است. پس بهتر است که ما نام نیمه اسب را برای ساجیتاریوس بگذاریم. گفتم که در عربی نام کنتاروس را مخدوش کردند و به صورت قنتورس درآوردند. من نمیدونم که چرا ما باید در فارسی این واژه یونانی را مانند عرب ها تلفظ کنیم، حالان که بر زبان آوردن اصل آن برای فارسی زبانان دشواری ندارد. اگر این عربی زدگی و از خود بیگانگی نیست، پس چیست؟ من در همه جا همان دیسه یونانی آن را به کار میبرم، کنتاروس. همختران کنتاروس پهنه بزرگی از آسمان نیمکره جنوبی را میپوشاند. در جنوبی ترین بخش آن که در حدود منهای 62 درجه از استوای آسمانی فاصله دارد و از عرضهای شمالی کره زمین دیده نمی شود، ستاره جای دارد که سومین ستاره درخشان آسمان است، پس از تیشتر و سهیل. درباره این دو ستاره در گذشته سخن گفتم. این ستاره درخشان ستاره آلفای همختران کنتاروس نام دارد. ستاره آلفا در واقع یک ستاره نیست، دو ستاره است که از بس در آسمان به هم نزدیکند همچون یک ستاره دیده می شوند. درخشان ترین آن دو آ نامیده می شود، دیگری ب. فاصله میان آ و ب 23 برابر فاصله زمین تا خورشید است. آ و ب هر 80 سال یک بار به گرد گرانیگاه مشترک خود می‌گردند. ستاره آ بسیار همانند خورشید است. جرم آن 10% از جرم خورشید بیشتر است. دمای سطحش مانند دمای سطح خورشید 5800 درجه کلوین است و تابندگیش 1.5 برابر تابندگی خورشید است. جرم ستاره ب 10% از جرم خورشید کمتر است. دمای سطحش هم کمتر از خورشید است، 5300 درجه. تابندگیش نصف تابندگی خورشید است. فاصله این دو ستاره از ما 4.4 سال نوری است، یعنی 275000 برابر از خورشید دورتر به ما. گفتم که ستاره آلفا از دو ستاره آ و ب درست شده. واقعیت این است که یک ستاره بسیار کم نورتر سومی وجود دارد که به آن ستاره سه میگویند و عضو این راجمان ستاره است. تصور کنید که راجمان خورشیدی ما به جای خورشید سه ستاره داشته باشد. این ستاره سوم است که نزدیکترین ستاره به خورشید است. فاصله آن از ما 4.2 سال نوری است، کمی کمتر از دو ستاره آ و ب. چنان که گفتم ستاره سه ستاره همسایه پراکسیما نامیده می شود. فاصله این ستاره همسایه از آ و ب همکنون 15000 برابر فاصله زمین تا خورشید است. دوره گردشش به گرد آن دو 550000 سال است. از آنجا که این سه ستاره به گرد گرانیگاه مشترک خود می‌گردند، در حدود 200000 سال دیگر فاصله ستاره سه هم اندازه فاصله ستارگان آ و ب خواهد شد،
و 240,000 سال دیگر از آن دو دورتر به ما خواهد بود. آن وقت ستارگان آ و ب نزدیکترین همسایگان ما خواهند شد. چنان که در این تصویر می‌بینید، ستاره پروکسیما بسیار کوچکتر از خورشید و دو ستاره دیگر آلفاست. به رده ستارگان کوتوله تعلق دارد. شعاع آن 1/10 شعاع خورشید است و جرمش 1/10 جرم خورشید. دمای سطحش 3000 درجه است و تابندگیش 1/1000 تابندگی خورشید. سطح این ستاره کوچکتر و کم تابندگی تر از خورشید گاهی دستخوش طوفان می شود و پرتوهای ایکس و فرابنفش بیرون می دهد. جالب است بدانید که پارسال 2016 اخترشناسان سیاره‌ای به گرد این ستاره کشف کردند. این نزدیکترین سیاره استرخورشیدی به ماست. جرم پرسون دقیق آن دانسته نیست. جرم کمینه آن 1.3 برابر جرم کره زمین است. این سیاره بسیار نزدیک به ستارهش به گرد آن می‌گردد. به این می‌ماند که مدار زمین 20 برابر نزدیکتر به خورشید باشد. به سبب این نزدیکی هر 11 روز روز زمینی یک بار به گرد ستارهش می‌گردد. یعنی سالش 11 روز زمینی است. با اینکه این سیاره بسیار به ستارهش نزدیک است، ولی چون تابندگی ستاره کم است، در مدار آن آب می‌تواند به دیسه مایع باشد. بنابراین ممکن است در این سیاره زیست وجود داشته باشد. مسئله این است که چنان که گفتم ستاره همسایه ما آرام نیست. گاهی فوران می کند و از خود پرتوهای ایکس بیرون می دهد که برای پا گرفتن زیست مناسب نیست. این پرتوها می توانند جو سیاره را نابود کنند. همکنون برخی به این اندیشه افتادند که فضاناوی را به سوی ستاره همسایه بفرستند تا از نزدیک آن را مطالعه کند. مسئله این است که سریع‌ترین فضاناوهایی که تاکنون انسان ساخته برای رسیدن به آنجا به سفری 80,000 ساله نیاز دارد. با این حال سال گذشته 2016 میلیاردر روسی یوری میلنر مبلغ 100 میلیون دلار به پروژه اختصاص داد که هدفش مطالعه امکان فرستادن میکروفضاناو به سوی ستاره پروکسیما است. این میکروفضاناو که با نانو تکنولوژی ساخته خواهد شد به اندازه تلفن همراه خواهد بود و دور آن را بادبانی بسیار سبک به اندازه 4 متر در 4 متر خواهد گرفت. از میان کسانی که از این پروژه پشتیبانی می‌کنند میتوان از اخترفیزیکدان سرشناس استیون هاکینگ و بنیانگذار فیسبوک مارک زوکربرگ نام برد. بنابراین پروژه نه یک فضاناو بلکه 1000 میکروفضاناو چند گرمی از مدار زمین به سوی پروکسیما پرتاب خواهند شد تا شاید چند تا از آنها به آنجا برسند. نیروی راننده این میکروفضاناو ها مجموعه‌ای لیزر خواهد بود با توان چند صد گیگاوات که با تابیدن از زمین بادبانها را به سوی ستاره همسایه خواهد راند. هزینه ساخت چنین شبکه لیزری 1000 میلیارد دلار برابر شده است. دست‌اندرکاران این پروژه انتظار دارند بتوانند میکروفضاناوها را به سرعت 20% سرعت نور برسانند، یعنی 60,000 کیلومتر در ثانیه. در این صورت سفر تا پروکسیما تنها 20 سال طول خواهد کشید. وقت ما به پایان رسید، به نظر افسانه می آید. دشواری‌های تکنولوژیک آنچنان فراوانند که شاید چنین پروژه‌ای هرگز عملی نشود.